نمایشگاه CES 2016 بزرگترین نمایشگاه ابزار الکترونیکی مصرفی در جهان به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. با این وجود غول‌های دنیای فناوری همچنان مشغول معرفی محصولات جدید و شکل دادن به مسیر پیشروی صنعت فناوری در سالهای پیشرو هستند. با حامد بهروان همراه هستیم که در این نمایشگاه حضور داره. در مورد دنیای فناوری و آخرین فناوری‌های ارائه شده با حامد بهروان گفتگو می‌کنیم. حامد، نگاهی بکنیم به وضعیت صنعت فناوری‌های مصرفی و این پرسش که اصلا چرا ما میگیم فناوری‌های مصرفی، مگه فناوری‌های غیر مصرفی هم داریم؟ فهم فناوری‌های غیر مصرفی فناوری‌های بسیار گرانی هستن که یک فرد عادی واقعا اون رو نمیتونه بخره. چند سال پیش فرضاً ربات 1,000,000 دلاری عرضه شده بود که فقط میشد به رخ کشیدن اون فناوری باشه، نه یک فناوری که افراد بتونن واقعا مصرف بکنن، مصرف کنندگان بتونن مصرف بکنن. به همین دلیل فناوری‌هایی که در نمایشگاه CES ارائه میشه فناوری‌هایی هستن که افراد بتونن به طور روزمره و در زندگی خودشون استفاده بکنن. وضعیت صنعت فناوری‌های مصرفی رو به پیشرفت و بزرگ شدن هستش. تخمین زده میشه در سال 2016 این صنعت به بیش از 250 میلیارد دلار تا نزدیک 290 میلیارد دلار برسه. بخش‌های مختلفی از این صنعت ارزش‌های مختلفی خواهند داشت. یکی از تم‌های اصلی این نمایشگاه اینترنت آف ثینگز یا IoT، یعنی ابزار متصل به اینترنت هست. حد زده میشه تا سال 2020 به ارزش حدود 7 تریلیارد دلار برسه و تا سال 2025 به حدود 11 تریلیارد دلار که تقریبا 11% کل اقتصاد جهانی هست. عرصه‌های دیگه مثل چاپگرهای سه‌بعدی حدود 10 میلیارد دلار در سال پیش رو ارزش خواهند داشت. پهپادها که این چند سال گذشته خیلی مد شدن، اونها هم حدود 8 تا 10 میلیارد دلار در سال آینده ارزش خواهند داشت. رقابت بسیار شدید شده به حدی که شرکت‌ها باید خیلی نوآوری بکنن. یک شرکتی که توجه من رو شخصا جلب کرد شرکتی بود به اسم موتا که تونسته کوچکترین پهپاد جهان رو که من اینجا جلوی دوربین میگیرم تولید بکنه، پهپادی که حتی میتونه عکس بگیره و کاملا قابل کنترل هستش. فهمه؟ کوچکترین پهپاد جهان رو هم دیدیم حامد. اما بزرگترین شرکت فناوری جهان به حال شرکت اپل هست، معمولا در نمایشگاه CES حضور نداره حامد، اما خب شرکت های دیگه مثل سامسونگ و LG که در ایران هم بازار بزرگی دارن غرفه دارن در نمایشگاه. در مورد محصولات تازه و مسیرهای پیشروی این شرکت ها برای همراهان ما بگو. البته اشاره بکنم که غیر از اپل که هیچ وقت در نمایشگاه CES نبوده چون کنفرانس خودش رو معمولا داره، شرکت مایکروسافت هم دیگر غول دنیای فناوری الان حدود 2-3 سالی هست که دیگه در نمایشگاه شرکت نمی کنه. قبل از اون جزء غرفه‌دارهای اصلی CES بود. در شرکت سامسونگ و LG فناوری بسیار زیادی رو ارائه دادن، به خصوص سامسونگ که داره ابزار خانگی هوشمند ارائه میده و یک اکوسیستم کنترل ابزار هوشمند ارائه میده به اسم سامسونگ هاب که میتونه با دستگاه شرکت‌های سالس مثل قفل‌های هوشمند، یخچال هوشمند کار بکنه. خودش یک یخچال بسیار جالب رو ارائه داده بود. شرکت LG هم طبق معمول تلویزیون‌های بسیار خوبی رو ارائه داده بود. یکی از تلویزیون‌هاش به قدری نازک بود که من وقتی سعی می‌کردم از پهلوش ویدیو بگیرم اصلا این ویدیو قابل دیدن نبود، اینقدر نازک بود. حدود 2.6 میلیمتر بود که اندازه ضخامت 4 تا کارت اعتباری اگه اونها رو به هم بچسبونی. LG هم ابزار خانگی هوشمند دیگه‌ای رو ارائه میده و میشه گفت که تمام شرکت‌ها دارن سعی می‌کنن اکوسیستم ایجاد بکنن برای کاربرها.